هفته ها و شاید ماه هاست که یکی از اهداف عمده دستگاه عریض و طویل تبلیغات رژیم نمایش انتخاباته که قرار اسفند ماه آینده روی صحنه بیاد. به رغم این همه تبلیغات، تمام مهره ها و رسانه های رژیم اعتراف می کنند که تنور انتخابات رژیم همچنان سرد و خاموشه. حالا سوال اینه که چرا این همه تبلیغات مؤثر نبوده؟ خامنه ای چه حسابی می کنه و چرا به قدری فضا رو برای همین باندهای درون رژیم باز نمی کنه که این نمایشه حداقل تا اونجایی که به نیروهای خود رژیم برمیگرده یه رونقی پیدا کنه؟ اینها سوالاتی هستن که در گفتگویی که الان با آقای علیرضا معدنچی داریم مطرح میکنیم. سلام میکنیم به شما آقای معدنچی، خوش اومدید به گفتگوی این ساعت. منم به شما سلام میکنم، همینطور سلام میکنم به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. بله، بذارید سوال اول رو با صحبت‌های یکی از آخوندهای حکومتی به نام رفیعی در نمایش جمعه امروز مشهد شروع کنیم که گفته یکی از بهترین خدمت‌ها به دشمن و منافقین عدم مشارکت در انتخابات است که بگویند مردم همراه نظام نیستند. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این ترس و نگرانی که توی حرفای همه سردمداران و مهره‌های نظام هست از چی هست؟ اگه بشه از در این باره برام. اول از همه من قدری همین آخوند رفیعی رو معرفی بکنم که یکی از آخوندهای دربار خامنه‌ایه که در همین مراسم هایی که اربعین و عاشورا و این چیزا خامنه ای میگیره، این آخوند رفیعی میره و در حالی که تنها مستمعش خود خامنه ایه، در این نمایش مسخره روزه میخونه و وعظ میکنه و اینا. بنابراین حرفایی که میزنه حرفای خود خامنه ایه، در واقع این رو باید نماینده و صدای خامنه ای محسوب کرد در صحبت های امروز. البته خود خامنه ای هم که هیچ کم نگذاشته از حرف زدن راجبه انتخابات و اینها و طی کمتر از یک ماه گذشته 5 بار به صحنه اومده و هر بار هم لحنش رو شدیدتر کرده، التماس و درخواستش رو علنی‌تر کرده. مثلا یه بار گفتش که اونایی که میگن که انتخابات بیفایده است و اینها، اینا در واقع حرف دشمن رو میزنن، اینا دشمنان جمهوری اسلامی، دشمن اسلام هستند. بعد یه بار دیگه در صحبت بعدیش که تعدادی از همین زنان رژیم رو فراخونده بود به پای منبرش، اونجا گفتش که شما باید فرزندان و همسر خودتون رو وادار بکنید به شرکت در انتخابات، که در خود همین فضای مجازی مربوط به حتی رژیم هم خیلی این حرفش که مفتضح بود سر صدا کرد و باعث جنجال شد. بعد از اون یک درجه دیگه این حرفاش رو خامنه ای باز شدیدتر کرد و گفتش که همه اونهایی که صدا دارند، مخاطب دارند، قلم دارند، منبر دارند، چی دارند، چیز دیگه، یکی هم اسپورت از استاد و مرجع و فلان اینها، اینا باید مردم رو وادار بکنند به شرکت در انتخابات. یعنی دیگه کاملا از رو بس، در حالی که خودش قبلا گفته بود که اگر انتخابات نشه دیکتاتوری میشه و هرج و مرج میشه. خب منظورش از هرج و مرج که روشن، همون قیامه. میخوام بگم که رژیم از تبلیغات و تهدید و اینها هیچ فروگذار نکرده، ولی فکر میکنم که این تبلیغات و حتی تهدیدها روی مردم لااقل تأثیر داشته باشه، چون که وقتی که عموم مردم در همین قیام 1401 دیدیم که با چه شعارهایی علیه خود خامنه‌ای حرف می‌زدن، آنچنان که شعار می‌دادند، خود رژیم هم ناچار شد به این اعتراف بکنه که حتی کی می‌کردند به خامنه‌ای و چه می‌کردند و اینها. اینها دیگه مثل سابق نیست که کسی بترسه از اینکه مثلا انتخابات، در انتخابات مثلا شناسنامه‌اش مهر بخوره. اینا قبلا هم چه چیزایی بود، الان ولی بیشتر فکر می‌کنم که ترس از اون ور باشه، یعنی کسانی که رأی میدن بیشتر می‌ترسند که مورد مثلا خشم و نفرت و نفرین مردم قرار بگیرن. ولی خب چرا این کار رو میکنه و چرا این همه نگران هست، ترسان هست خود خامنه ای و سایر سردمداران رژیم از اینکه مثلا این مشارکت به قول خودشون یه مشارکت آبرومندی باشه و اینها؟ خب این برمیگرده به اینکه از اونجایی که این رژیم هیچ پایه و پایگاهی در جامعه ایران نداره، تمام هم مقام خودش رو گذاشته روی همین نمایشاتی مثل
نمایش انتخابات مثل نمایش های راهپیمایی های مثل 22 بهمن و اینها، تا از اینها به اصطلاح یک نتیجه گیری بکنه یا یک نتیجه گیری رو القا بکنه به اون کسانی که مخاطبش هستند که گویا دارای پایگاه اجتماعی هست و هنوز مردم رو در کنار خودش داره. و در وهله اول میخواد که این نیروهای به شدت وارفته و ترسیده خودش رو جمع جور بکنه، چون که این نیروها وقتی که وضعیت رژیم رو به عینه در نمایش انتخابات یا در راهپیمایی ها میبینن خب دچار ریزش میشن و همینطور تأثیر بگذاره روی مثلا مناسبات بین المللی. البته از مناسبات بین المللی که صحبت میکنیم، فکر نمیکنم که هیچ یک از قدرت های دنیا و هیچ یک از دولت ها شکی در این داشته باشن، با توجه به اطلاعاتی که دارن، منابع اطلاعاتی که دارن، شکی در این داشته باشن که این رژیم هیچ زمینه ای و پایگاهی در بین مردم ایران نداره. هر شکی هم که بود، هر تردیدی هم که بود، قیام های 96 و 98 و 401 که چند ماه این ادامه داشت، این تردیدها رو زایل کرد، بلکه آشکار شدن و نمایان شدن انزوای اجتماعی رژیم در واقع اون مماشاتگرانی رو که هنوز میخوان با رژیم نخی داشته باشند و ازش حمایت بکنند، اونها رو خلع سلاح میکنه در برابر افکار عمومی کشورهای غربی و در برابر مخالفان خودشون. و اونها خواهند گفت که شما چرا با یک همچین رژیمی که هیچ آینده‌ای براش متصور نیست همچنان دارید معاملات و مراودات خودتون ادامه میدید. به این دو دلیله که رژیم این همه نگران سوت و کور بودن نمایش‌های خودش است. بله، شما الان تو صحبتتون اشاره کردید که به عدم مشارکت مردم در این انتخابات، ولی خب سالی که پیش میاد، ما شاهد بودیم که سالهای قبل هم در انتخابات مجلس یا خبرگان یا در انتخابات ریاست جمهوری مردم باز هم شرکت نمی کردن و هیچ اعتنایی به این نمایش ها نداشتن. الان خب میخواستم این موضوع در این رابطه چیه؟ وقتی که اینا از مردم صحبت میکنن، اساسا منظورشون نیروهای خودشونه. و مردم که همونطور که شما اشاره کردید، تکلیفشون سالهاست که با این رژیم روشن شده. و اگر قبلا تهدیدهای رژیم مؤثر بود که این مردم رو، حداقل اون نونخورهای رژیم رو، پای صندوق بکشونن، اون تهدیدها هم الان دیگه کارگر نیست. دلیلی که عرض کردم، اینا تلاش میکنن همون 1-2% نیروهای باقی مانده خودشون رو به صحنه بیارن. همونها هم الان رغبتی و رمقی برای شرکت در این نمایش ها ندارن، به خاطر اینکه همون فشارهای خرد کننده اقتصادی که روی مردم هست، به هر حال خواه ناخواه روی نیروهای پایین رژیم هم وارد میشه و اینها رو هم مثلا دلسرد میکنه و ناامید میکنه از رژیم. این همه حرفی که از امید و ناامیدی و اینا میزنن، اساسا منظورشون نیروهای رژیمه. در حرفای همین آخوند رفیعی هم اظهاراتی بود که نشون میداد که منظور همین نیروهای خودشونن. مثلا اونجایی که راجع به انتخابات صحبت میکرد و اینا، گفت که حالا ممکنه که خیلی از ماها رو بی تفاوتی بگیم که حالا یک رأی من چه اهمیتی داره. نه خیر، این اهمیت داره. و یه جای دیگه‌ش هم گفتش که خیلی از جوانانمان، بعد گفتش که چون من خیلی با جوانها رابطه و ارتباط دارم و اینها، الان اینها تو بحث ولایت فقیه اصلا گیر هستن و نمیدونن که ولایت فقیه چیه و فکر میکنن که این یک اختراعی از جانب جمهوری اسلامی بوده یا از جانب امام بوده. یعنی ببینید، اینا حتی در بین نیروهای خودشون، جوانان خودشون که میگه من باشون ارتباط دارم، جوانانی که با رفیعت ارتباط دارن کیا هستن؟ جوانانی که مثلا عموم جوانان و مردم ایران که نیستن، که همون خانواده های خودشون، همون نیروهای خودشون هستن، که اینها نه تنها روی انتخابات بلکه حتی رو اصل نظام که ولایت فقیه هست و اینا سوال دارن و تردید دارن، میگن که اصلا این اختراعی کردید، واقعیت چم همینه. بنابراین اینا میخوان همینا رو بلکه جمع جور بکنن و اینا رو به صحنه بیارن. همینها هم الان حاضر نیستن. رژیم در انتخابات قبلی که بنا به ارزیابی های مقاومت ایران حدود 10% فقط شرکت کرده بودن، هر چقدر هم که اینا رو آمارسازی کرد و در اتاق تجمیع و اینها، ولی از اونجایی که خود شرکت در انتخابات، یعنی نیروهای خودشون هم بسیار کم بود، آخرین رقمی که اعلام کرد 42% بود و این خب یک رکوردی بود در عدم مشارکت و این خیلی برای رژیم گران تمام شد.
هم در داخل خودش و هم در مناسبات بین‌المللی. بله، متشکر از همه توضیحاتتون. میرسیم به سوال آخر و از اونجا که زمان هم کم داریم میخواستیم شما خیلی کوتاه برامون توضیح بدین که خب چرا خامنه‌ای موافقت نمی‌کنه به قول خودش خب یک سری افرادی که طرفدار خودش هستن یه مقدار سر کیسه رو شل کنه، همون افراد وارد مجلس بشن و اینقدر داره رد صلاحیت میکنه، از چی هراس داره؟ ببینید، شما در ابتدای صحبتتون گفتید که این انتخابات خیلی مهمه برای رژیم و تبلیغات رژیم خیلی در این هفته‌ها و ماه‌ها متمرکز بوده روی انتخابات. این درسته، ولی یک مسئله خیلی خیلی مهمتر و پایه‌ای‌تر هستش از نمایش انتخابات و اینا، و اون هم مسئله همین مردم ایران هستن که یک پارچه دشمن رژیمن، مسئله قیام پیش روه، مسئله مقاومت سازمان یافته است و اون طوفانی است که خود خامنه‌ای بهتر از هر کس میدونه در انتظارشه. بنابراین خامنه‌ای یک تا ده مسئله و دغدغش این مسئله است و بنابراین تلاش میکنه که این رژیم خودش رو در برابر این طوفان مقدر، این قیام مقدر آب بندی بکنه، شکاف ها رو ببنده. بنابراین این از مهندسی انتخابات یعنی خالص سازی، یعنی از اینکه حتی یک نفر هم که اندکی شکاف داشته باشه در سرکوب، در کشتار، در غارت و برای اونچه که لازمه این رژیم هست برای مواجهه با چنین چیزی نمیخواد بذاره یک نفر هم حتی وارد این مجلسش بشه. حتی در مجلس کنونی که همشون از پاسداران و مهرهای اطلاعاتی رژیم هستن، اینها تا همین الان 26 نفر رو رد صلاحیت کردن. کسانی امثال لاریجانی رو رد صلاحیت کردن، کسانی مثل روحانی که 8 سال رئیس جمهور این رژیم بوده الان زیر علامت سواله که آیا قبول میشه یا نمیشه. بنابراین همه چیز رژیم، همه چیز خامنه‌ای از این چیده میشه که چگونه بتونه برخورد بکنه و مقاومت بکنه در برابر این چیزی که میدونه در تقدیر و خواه نخواه واقع خواهد شد، اونم همین قیام‌های مردمی هستش که این بار خودشون اعتراف میکنن که بسا آتشین تر و بسا سازمان یافتر از قیام های قبلی خواهد بود. بله، با تشکر از همه توضیحاتون آقای مدنچی. به خوبی شما خیلی خوب توضیح دادید در مورد وضعیتی که الان در مورد انتخابات هست و اینکه رژیم از هر سمتی بره به هر حال در بنبست سرنگونی هست. خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو. متشکرم.